اولین تمرینی که میخوایم انجام بدیم احتیاج به دیوار داریم، میخوایم بدن رو گرمش کنیم. کنار دیوار بایستید لطفا، یه ذره سر دوربین که پاهای منم باشه. خب میکنم یه ذره بعد بید بالاتر، اوکی شد. خب شروع کنید دیوار، وقتی که میستین از سمت پهلو بدنتون نسبت به دیوار قرار گرفته باشه، پای راستتون روی زمین، پای چپتون رو میخوایم بزنیم رو به دیوار، یا حالا اگه برعکسیم برعکس. فقط الان انگشتای پای من برای رو به رو هستش. وقتی که پامو میخوام بزنم به دیوار، انگشتای پام میخوام به سمت سقف باشه. تنتون رو بچرخونین فعلا خیلی آروم، فقط نگه دارین چون میخوایم گرم کنیم بدن رو. نگه دارین تنم، ببینید کامل چرخوندم سمت شما، زانوم صافه، زانوی ایستام صافه. اد نداره حتی اگه پاتون تا اینجا اومد بالا یا اینکه پاتون مون روی پنجه، فعلا هیچ اشکالی نداره. همین در همین حد که مکس کردین، جهتتون رو لطفا عوض کنید و اون پا رو بزنید روی دیوار و فقط نگه دارین پای پایینتون. من الان برگشتم سمت شما، ولی شما به همون سمت روبروی بدن باشین. پای پایین صافه، یه پا رو انگشته پا به سمت سقفه، تنم رو از قسمت، ببینید الان به جای اینکه به سمت دیوار باشم از قسمت پهلو چرخیدم. خیلی آروم دوباره عوض کنید، دوباره پای اول رو بذارید روی دیوار. این دفعه میخوایم انگشته پا رو جهت بدیم به سمت همین پای روی زمینمون. اشکالم نداره چون میگم الان میخوایم تازه گرم کنیم بدن رو. اشکالم نداره اگه استخوان لگنتون هر جایی هست، پا بیرون تر هستش. خیلی برگردید دوباره به سمت پایین، برگردید یه بار دیگه به سمت پایین، برگردین. خب کافیه، فکر می‌کنم 5 تا شماره کافیه. حالا اون سمت رو می‌خواین انجام بدین. من دیگه جای دوربین رو می‌ذارم رو این دیوار، چون دیگه فکر می‌کنم که حرکت رو متوجه شده باشین. ولی من باز دوباره میگم. خب انگشتای پاتون رو قرار شد که جهت بدین به سمت همون پای روی زمینتون. دستا رو بذارین همیتونه پشت باشه، همیتونه توی قسمت پهلوها، از قسمت کمر خم به پایین. دوباره به سمت پایین، پاها کشیده میشه، برگردیم. دوباره خیلی آروم به سمت پایین، پای پایین کشیده میشه، برگردیم. دوباره برگردیم. برای آخرین بار برگردیم. خیلی آروم پاها رو بکشید توی شکم، نفس رو آزاد کنید. خیلی کم داخل پاها کشیده شدش، فقط نمیخوایم خیلی پا رو بکشیم عقب. دست رو بکشید به سمت جلو، انگشتای پا رو از پشت گرفتم، اصلا هیچ کشش خاصی نمیخوام داشته باشم، فقط نگه دارید، نگه دارید، تمرکز رو پای ایستا، روی سرشانه که داره کشیده میشه، نگه دارید، نگه دارید و جهتتون رو عوض کنید. انگشتای پاتون رو بگیرید، پای کوچیک کشیده میشه به سمت عقب، نگه دارید، سعی کنید روی نقطه تمرکز کنید، تمرکزتون روی دم و بازدمتون باشه، نگه دارید، نگه دارید و بعد برگردید. خب دوباره با دیوار کار داریم. دوباره همینجوری از سمت پهلو نسبت به دیوار ایستادین. پای پایینتون که جهتش به سمت روبرو هستش، پایی که میزنیم روی دیوار میخواد جهتش به سمت سقف باشه. یعنی انگشتای پای من نپیچیده به سمت روبرو، انگشتای پای من کاملا به سمت سقف هستش، تنمم به سمت روبروه. دوباره اینو تکرار میکنم، اشکال نداره اگه پاتون توی راستای لگنتون نباشه، یه کوچولو پا باز میشه.
حالا اینجا اگه کسی هستش که اصلا نمیتونه پاشو رو دیوار قرار بده، میتونه یه صندلی بذاره تکیه بده به دیوار، پاشنه پاشو بذاره رو صندلی. اگر هم که خب پا رو اصلا تو زاویه 90 نمیتونید بیارید بالا، فکر کنم الان مشخصه پا، پا رو پایین تر میتونید نگه دارید یا روی پنجه، ولی خب اگه انعطاف دارید که پا رو تو زاویه 90. دوباره تنه رو بچرخونید به سمت روبرو، دستا رو بکشید بالا از قسمت پهلو. خب بیاین توی این وضعیت لطفا کف دستا رو بذاریم روی زمین، کف پاها رو اشکال نداره حتی اگه پاشنه هاتون هم به زمین نمیرسه نگه دارین. سر رو تا جایی که میتونید بگیرید به سمت روبرو و نگه دارین. شکم رو تا جایی که میتونید بکشید به سمت داخل، شکم رو منقبض کنید. و نگه دارید. سر رو گرفتیم به سمت جلو، عضلات گردن کاملا رفته توی انقباض. خیلی آروم زانوها رو بزنید روی زمین و نفس آزاد کنید. باسن رو بکشید به سمت عقب و دستا رو بیارید به سمت جلو. خب خیلی آروم برگردید. خب دوباره میخوایم بریم کنار دیوار. خب ببخشید که من هی بعد جای دوربین رو عوض کنم به خاطر اینکه هی جای حرکت ها عوض میشه. خب میخوایم دراز بکشیم روی شکم و کف هر دو پا رو بچسبونیم به دیوار تا جایی که وقتی که من الان دراز کشیدم پاشنه های پام کاملا چسبیده به دیوار، فاهم هلوش 10 سانت از کف زمین اومده بالا و پاشنه های پامو چسبوندم به دیوار. کف دستم رو گذاشتم کنار قفسه سینم، انتهای کمرم رفته توی انقباض، فیله های کمرم کاملا توی انقباضه. سعی کنید توی این حرکت زانواتون رو محکم صاف نگه دارین، عضله پا کاملا بره توی انقباض، چهار سر پا رو کاملا منقبض کنید و نگه دارید. پس پاها 10 سانت اومده بالاتر، حتما کف پا چسبیده به دیوار. حتی ببینید اگه دستاتون رو کنار قفسه سینه هم بذارید، توی قسمت کف دستتون توی سرشونه هم احساس فشار و کشش رو دارید. زانواتون رو حتما صاف نگه دارید. حالا خیلی آروم زانوها رو بذارید روی زمین، تنه رو از قسمت باسن بکشید عقب. پایی که روی دیوار هستش پنجه هاش میونه روی دیوار، پاشنه ها از دیوار جدا میشه. خب جای دست و پا رو حرکت نمیدیم، یه بار دیگه میخوایم حرکت رو تکرار کنیم. دوباره پاهام صاف، از لگم به پایینم کاملا روی هوا هستش و باسنم به شدت رفته توی انقباض، کمر کاملا توی انقباض و نگه دارید. آرنجاتون رو به این صورت باز نکنید، دستا بسته باشه لطفا. دوباره خیلی آروم باسن رو بکشید به سمت دیوار، پاها میاد روی پنجه و نفس رو آزاد کنید. خب کاری که الان میخوایم انجام بدیم، میخوایم پای سمت راستتون رو از قسمت زانو توی زاویه 90 درجه بذارید لطفا و بعد این حرکت رو تا جایی به دیوار نزدیک شین رو انجام بدین که پای پشتتون، ببینید من حرکت رو از این ور میزنم ولی فکر کنید که با دیوار هستش، من میخوام این پامو خم کنم بیارم بالا ولی اون انتهای زانوی من چسبیده باشه به دیوار، طوری که من وقتی روی پامو باز میکنم روی پای من بخوره به دیوار. پس تا جایی که انعطافتون و قد بدنتون هستش بعد اینو خودتون تنظیم کنید، زانوی عقب و
بچسبونید به دیوار و بعد پا رو جلو تو زاویه 90 درجه باز کنید. بعد میخوایم خیلی آروم خمشیم به سمت جلو، کشش کاملا میفته توی کشاله پای جلو، زیر باسن پای جلو. این پا تو این زاویه، پای پشت کامل داره کشیده میشه، زانو چسبیده به دیوار و انگشته پام همونجوری که میبینید این بالا هستش، پای جلو کاملا داره کشیده میشه. نگه دارید، یه کشش خیلی عالی، نگه دارید. خب حالا کاری که میخوایم انجام بدیم، پای جلو باز میشه، دستا میاد روی ساعد و پامونو میبریم بالا، پایی که جلو بود و میبریم روی بالا، میبریم روی دیوار و فقط زانومون هستش که روی زمینه. میتونید از یک کوسن هم استفاده کنید برای این حرکت که زانوتون اذیت نشه. خیلی آروم برگردید، نفس رو آزاد کنید و میخوایم که پا رو عوض کنیم. اون یکی پاتون رو بذاریم جلو، باز حرکت رو بسته به انعطاف پاتون انجام بدید، زانوتون رو تا جایی که میتونید ببرید عقب، روی پا که چسبید به دیوار، زانو که ببینید اونجا مشخصه، زانوم چسبیده به دیوار، انگشته پام اومده بالا، بعد این پامو میکشم جلو، کشش که اومد توی کشاله پای جلو، بعد ساعدو میذارم روی زمین. میتونید از یک کوسن حتما استفاده کنید در پای پشتتون که زانوتون اذیت نشه. اگه دیدین که پا تمایل داره به بسته شدن، پا رو با دست نگه دارید، نذارید که پا بره عقب و تا جایی که میتونید سعی کنید از قسمت پاشنه پا رو هل بدین به سمت جلو که زیر باسن پشت پا بیشتر کشیده بشه. نگه دارید، نگه دارید. خیلی آروم پایی که جلو بود و ببرید بالا. دوباره انقباض توی ناحیه کمر، وزن افتاده روی ساعدها، نگه دارید، نگه دارید. توی کمرتون حتما احساس کشش میکنید، روی پاتون حتما احساس کشش میکنید. خیلی آروم نفس آزاد کنید و برگردید. کف دستا رو بزنید روی زمین، دوباره برید توی این حرکت، شروع کنید روی دستاتون به سمت جلو، به سمت عقب. میخوایم انقباض حرکت رو آزاد کنیم، خیلی نمیرم جلو، تا حد دو سه قدم میرم جلو، برمیگردم، میرم جلو و برمیگردم. خب یه چند لحظه دراز بکشید، پا رو بگیرید توی شکم، نفس رو آزاد کنید، یه چند لحظه هر دو پاها رو نگه دارید توی شکم، دستا رو ببرید بالای سر. حالا پاها رو از فقط از قسمت زانو به پایین شروع کنید حالت ضربه زدن، پاها رو محکم ولی بدون اینکه فشاری توی ناحیه زانوتون باشه، پاشنه های پاها رو محکم به حالت ضربه بزنید پشت پاها. خیلی آروم کف پا رو زمین، پاها رو به چپ و راست حرکت بدید. خب و بعد خیلی آروم برگردید، کوسنتون رو بیارید لطفا، میخواییم بذاریم زیر زانو. خب بیاییم توی وضعیت، یه ذره سر دوربین مدید بالا، سر دست من معلوم نیست، دو زانو الان خیلی خوب شد. خب بین پاهاتون، من حرکت رو هم از روبرو انجام میدم هم از نیم رخ. ببینید دو زانو هستم، دستا رو میام میذاریم روی شکم یا میذاریم پشت کمر، خیلی فرق نمی کنه، ولی حتما زیر زانواتون کوسن بذارید، به خاطر اینکه این حرکت اولی کسایی که آسیب زانو دارن اینو اصلا انجامش ندن،
بعد اگه احساس کردن که در حین انجام حرکت دوباره اطراف زانوتون آسیب زانو ندارید ولی احساس کردن که داره کشیده میشه، اون به خاطر خشکی هستش. حرکت رو یه مقدار سطح حرکت رو آسونترش بکنید، داره حرکت رو حتما ادامه بدین. من یه بار از روبرو انجام میدم ولی بقیهش از نیم رخ میرم که شما ببینید که من حرکت رو توی طول حرکت، انجام حرکت از باسن تنم رو خم نمی کنم. ببینید من میخوام همینجوری که تنم توی خطه دستام بذارم روی پام و برم پایین و برگردم. وقتی که میرم پایین عضله های باسن من میره تو انقباض، وقتی که برمیگردم روی پای من داره کشیده میشه. خب الان ببینید شاید بعضی هم هستن که تو این وضعیت مثلا انقدر برم و بعد ولی اون احساس کشش رو روی پاشون داشته باشن، خب پس درسته حرکتشون. کسایی هم هستن که نه، اون انعطاف روی پا رو دارن، میتونن بیشتر حرکت انجام بدن. حالا ما حرکت رو با هم دیگه به صورت بیستایی انجام میدیم. دست روی پا، سرشونه ها رو باز کردیم، شکم تحت کشش، میریم پایین، از عضله های پا کمک میگیریم و برمیگردیم. برمیگردیم. حالا دست هم میتونه به صورت قلاب باشه، هم میتونه روی شکم باشه، هم میتونه روی پا باشه. هاش ببینید باسن اصلا خم نمیشه، یعنی اصلا اینجوری نرید حرکت رو، این نیستش. تنه من کاملا صافه، روی پام داره کشیده میشه. اگه فاصله زانوهاتون باز شد دوباره زانوها رو به هم نزدیک کنید. فاصله بین پاها 10 سانتی باشه کافیه. از عضله پاهام کمک میگیرم برای برگشتم، از فیله های کمرم کمک میگیرم برای اینکه تنه منو صاف نگه داره، از عضله پاهام کمک میگیرم برای اینکه برگردم. من حرف زدم، شماره شادی تو شماردی؟ شماره شدی؟ خب خیلی خب. بعد از انجام این حرکت پا رو از پشت باز کنید و نگه دارید. نفستون هم حتما آزاد کنید. نگه دارید، نگه دارید، عوض کنید. اون یکی پا حتما نفس رو آزاد کنید، دوباره عوض کنید پاها رو، پاها رو از پشت باز کنید. اگه مچ دستتون اذیت میتونید روی ساعد باشید. دوباره خیلی آروم برگردین. حرکتی که الان میخوایم انجام بدیم، اگه یادتون باشه دیروز یه حرکتی انجام دادیم، کف پاها رو چسبوندیم به هم. خب الان میخوایم دیوار رو دوباره لازم داریم. الان دوباره همون کار رو میخوایم انجام بدیم. کف پاهاتون رو بچسبونید به هم. زانوها رو نمیخواد، اگه پاتون میرسه به زمین نمیخواد برسونید به زمین. خیلی هم پاها رو نچسبونید به داخل بدن. پاها رو یه کوچولو گذاشتیم جلوتر و ببینید من زانوهامو بالا نگه داشتم. حالا کاری که میخوام انجام بدم، دستتون رو ببینید به این صورت، حالا هم میتونه به سمت بالا باشه هم به سمت پایین، فرقی نمیکنه. چون میخوایم باسن رو بلند کنیم و بزنیم روی دیوار، از هر سمتی میتونیم. فقط الان که من رفتم توی این حرکت خیلی جلو بودم. ببینید بزنیم بهتون بگم، بزنیم تقریبا میشه 2.5 وجب پام جلوتر، سهولوش شاید 50 سانت پای من جلوتر هستش. پشتتون رو کاملا بچسبونید به دیوار، کف پاها چسبیده به هم اینجوری. کامل کف پا رو زمین نیست، لبه پا روی زمینه. کف پا رو چسبوندیم به هم، تنم رو خیلی راحت چسبوندم به دیوار. خب پاهم که کاملا رفته توی انقباض، حالا از قسمت تنه خمشید بیاید به سمت جلو و نگه دارید. وزن رو خیلی ببینید، وزنم خیلی روی پاهام نیستش، نه فقط نگه داشتم. من فقط اون کششی که الان
دست بزنید ببینید پاهاتون منقبض شده، الان همونو لازم دارید. خیلی آروم برگردید، دوباره برمیگردیم تو حرکت، ولی همینجوری که پشتتون به دیوار چسبیده پاها رو بکشید توی شکم. زانوامو که میذارم روی زمین، زانوام صاف نیستش، یه مقداری خمه. پاها رو بکشید توی شکم. خب دوباره میخوایم برگردیم توی حرکت. من تو صاف کنم شاید نبینید. دوباره لبه پاها رو میچسبونیم به هم. پس ببینید کف پاهام الان رو به همه، روی لبه پام هستم. حالا میخوایم حرکت رو به صورت داینامیک انجام بدیم. دستا رو میکشم به سمت بالا، خم میشم میام به سمت توی زاویه 90 و برمیگردم. دوباره دو، برمیگردم، سه، برمیگردم، چهار، برمیگردم، پنج، سر به سمت روبرو، شش، هفت. فشار کاملا توی قسمت روی پا. اگه پاتون به سوزش رسیده لطفا از حرکت خارج نشین. توی این وضعیتی که باید مکس کنید، باید صبور باشید، باید تحمل کنید تا اون اتفاق که منتظرش هستید روی بدنتون انجام بشه. پس تحمل کنید فشار روی پاتون رو. برمیگردم به سمت بالا، پشتم کامل میخوره به دیوار. خیلی خب، اگه 20 تا شد دست رو بذارید روی دیوار همجوری که تنه رو خم کردین، نفس رو آزاد کنید. بذارید نتم جمع میشه، نمیدونم پاهامو فکر کنم دارید. زانوام خمه توی زاویه 90، فقط کف دستتون رو بچسبونید به دیوار. زانوها خم و بعد خیلی آروم زانوها رو صاف کنید. کف دستم رو چسبوندم به دیوار ولی آرنجام صاف هستش. نفس آزاد و نگه دارید. پشت صاف، پاها صاف، فقط باسنمه که چسبیده به دیوار. سرتون رو به سمت داخل ندید، سر به سمت جلو، کف دست چسبیده به دیوار، آرنج صافه و نگه دارید. سعی کنید پشتتون حالت گرد نباشه، پشت صاف. هیچ کشش خاصی نداریم، فقط موندن توی این حرکت انقباض حرکت قبل آزاد میکنه. و خیلی آروم زانوها رو بیارید جلو و نفس رو آزاد کنید و برگردید. دوباره این حرکت رو انجام بدیم و دیگه کلاس رو میسپاریم به شادی جون. دوباره نگه داریم پا رو، خیلی آروم و خیلی بدون کشش فقط نگه دارید. یه بار پای چپ و بعد پای مخالفتون، پای راستتون، یا حالا هر پایی که بودی. خیلی نمیخوام پاها بکشم بره، نه، اینا فقط به خاطر این هستش که انقباض حرکت قبلتون آزاد بشه. خیلی آروم پا رو بذاریم پایین، نفس آزاد کنید. اگه احتیاج دارید که آب میل کنید، آب میل کنید. اگه میخواین دراز بکشید، دراز بکشید. اگه هم که شادی آماده